درگیری های سازمان یافته بین اعراب و یهود در فلسطین برمیگرده به وسط های قرن بیستم و طرح تقسیم فلسطین توسط سازمان ملل و می بینیم که این درگیری ها تا امروز هم تداوم داشته ما به صورت تایملاین اتفاقات مهم حدود یک قرنی که بر این سرزمین گذشته رو میگیم خدمتون سال 1947 و طرح تقسیم سازمان ملل متحد با عنوان قطنامه 181 مجمع تصمیم گرفت فلسطین رو به دو دولت عربی و یهودی تقسیم کنه و بیت المقدس هم تحت یک رژیم بین المللی ویژه قرار بگیره ترکیب آرام به این صورت بود 50 درصد موافق 23 درصد مخالف که ایران هم جز مخالفانه در زمان شاه ها 17 درصد هم ممتنه تایلند هم که قایب بوده مخالفان تر دلیلشون این بوده که چرا حدود 56 درصد عراضی باید در اختیار یهودیانی باشه که یک سوم جمعیت عرب رو دارن کمیته عالی عرب، اتحادی عرب و دیگر رهبران دولت های عرب اونو کاملا رد میکنن و گفتن ما هر کاری میکنیم که این قطنامه اجرایی نشه ولی یهودیان پذیرفتند و مردم در خیابان ها جشن گرفتند. این قطنامه درگیری داخلی و خشونت بین جوامع یهود و عرب رو تشدید کرد و این درگیری ها ادامه داشت تا سال 1948 و با انقضای سلطه بریتانیا بر فلسطین اسرائیل اعلام استقلال کرد و آتش زیر خاکستر رو روشن کرد و منجر شد به جنگ عرب و فلسطین عراق، اردن، لبنان، سوریه و مصر با حمایت نظامی عربستان، سودان، یمن به مناطقی که حالا اسرائیل نام داشت حمله کردند و برخلاف خواستشون اعراب شکست خوردند و اسرائیل علاوه بر حفظ مناطق تقسیم شده قبل یه سری از مناطقی که برای فلسطین تعیین شده بود رو هم تصرف کرد. فتوحات اسرائیل آوارگی حدود 700 هزار فلسطینی رو به همراه داشت و کلی کشته به جا گذاشت اما در آخر سال 1949 پیمان ترک مخاسمه ای رو با مصر، لبنان، سوریه و اردن امضا کرد ولی بازم حال این منطقه خوب نبود و تنش وجود داشت تا سالهای بعد که میرسیم به جنگ شش روزه ولی در این بین سازمان فتح تأسیس میشه این سازمان به نحوی مهمترین سازمان سیاسی و نظامی فلسطینه که تو سال 1959 توسط یاسر عرفات و خلیل الوزیر با هدف آزادی فلسطین از دست اسرائیل تأسیس شد. پنج سال بعدم سازمان آزادی بخش فلسطین که مختصر بهش صاف میگن تشکیل میشه و یاسر عرفات هم میشه رئیسش. حالا کامل توی ویدیو جدگانه در مورد احزاب فلسطین صحبت میکنیم. سازمان آزادی بخش فلسطین یا همون صاف اتحادیه از احزاب فلسطینی بود که تو بیشتر کشورهای جهان و حتی سازمان ملل به عنوان نماینده رسمی مردم فلسطین شناخته میشه بعد از تشکیل صاف پیامی منتشر میکنن مبنی بر بیرون انداختن سهیونیست با کمک برادران عرب در ضمن اسرائیل تو همین برهه با همون برادران عرب همسایگان عربش مشکل مرزی داشت و اینا همه باعث شده بود که تنشها بالا بگیره و در آخرم به جنگ شش روزه منجر شد. این جنگ با حمله هوایی ناگهان اسرائیل به پایگاه هوایی مصر تو سال 1967 شروع شد. اسرائیل طی شش روز موفق شد تا نوار غزه و صحرای سینا رو از کنترل مصر شرق اورشلیم و کرانه باختری رود اردن رو از کنترل اردن و بلندای جولان رو از کنترل سوریه خارج کنه. کشورهای عربی مثل عراق، عربستان سعودی، تونس، سودان، مراکش، الجزیره، لیبی، کویت به اسرائیل اعلام جنگ کردند و با اعزام نیرو به یاری برادران عربشون رسیدن ولی کاری از پیش نبردن و اسرائیل با سرزمین‌های تازه اشغال شده مساحت کشورش رو سه برابر کرده بود. تو همین سال یعنی سال 1967 در قطنامه 242 شورای امنیت سازمان ملل خواستار عقب نشینی اسرائیل شدن. ولی اسرائیل عقبنشینی نشینی خودشو مشروط به رسمیت شناختن اسرائیل از سمت دولت‌های عرب دونست. و اینجا به کسایی که در بین جنگ منطقه رو ترک کرده بودند اجازه برگشت نداد از اونورم کشورای میزبان علاقه به پذیرش این مهاجران نداشت و این بند خوده ها رو تو اردوگاه های بدون امکانات در بیابان اسکان دادن بعد یه سری آتشبست ها اتفاق افتاد ولی هنوز مشکلات وجود داشت مشکلی که قرار بود تو سال 1973 دوباره سر باز کنه یکی دیگه از جنگ های عرب و اسرائیل جنگ یومکیپوره که به نام جنگ رمضان یا جنگ اکتبر هم شناخته میشه این نبرد زمانی رخ میده که مصر و سوریه تلاش میکنن تا شبه جزیره سینا و بلندای جولان که عرض کردیم خدمتون توسط اسرائیل اشغال شده بود رو پس بگیره ما الان تو دوره جنگ سرد آمریکا و شوروی که آمریکا متحد اسرائیل و شوروی متحد اعراب این دوتا ابر قدرت وقت خودشون بودن و سعی میکردن با تجهیزات نظامی و تدارکات به حمایت از متحداشون بپردازن تنش های جنگ سرد حسابی اوج گرفت و این جنگ که جنگ رمضان بهش گفته میشه با حمله قافلگیرانه مصر و سوریه علیه مواضع نیروهای اسرائیلی در شرق کانال سوئز و ارتفاعات جولان آغاز شد همون مناطقی که قبلا از دست داده بودند طی جنگ شش روزه اوایل جنگ به نفع اعراب پیش میرفت ولی بعد از سه روز اسرائیل خودش رو جمع جور کرد و جلوی روند پیشروی اعراب رو گرفت. ولی در این بین به اسمی برمیخوریم به نام اشرف مروان که دست راست رئیس جمهور وقت مصر بوده و به اعتقاد خیلیا جاسوس موساد و به اعتقاد یه سری دیگه میگن یک جاسوس دو جانبه بوده رافکست یک زندگی نامه کامل از این بنده خدا گفته حتما برین گوش کنید خیلی جالبه اما در پس این جنگ تحریم های نفتی اتفاق افتاد که قیمت نفت رو به شدت زیاد کرد حکومت ایران که دست محمد رضا شاه بود در طول این نبرد به هر دو طرف کمک میکرد از یه طرف به اسرائیل نفت میفروخت از طرف دیگر حریم هوایی خودش رو در اختیار هواپیماهای شوروی قرار میداد و همچنین به مصر هم نفت میفروخت که این کارش باعث گسترش روابط ایران و مصر تو سالهای بعد شد حکومت ایران بعد از جنگ تلاش کرد که نقش میانجی رو بین اسرائیل و مصر بازی کنه و تا اسرائیل رو تشویق میکرد به پس دادن زمین های تصرف شده با پیروزی ابتدایی عرب تو این جنگ روحیهشون حسابی قدرت گرفته بود و از اون طرف هم اسرائیل فهمیده بود که نمیتونه همیشه فاتح میدان باشه در آخر هم با تلاش های سیاسی آمریکا و شوروی جنگ خاتمه پیدا کرد شورای امنیت سازمان ملل قطنامه 338 رو به تصویب رسوند که خواستار اجرای قطنامه 242 شورای امنیت سازمان ملل میشه خب میرسیم به سال 1978 و پیمان کمپ دیوید این پیمان پس از دوازده روز گفتگوی مخفیانه در کمپ دیوید یکی از استراتگاه های رئیس جمهور آمریکا بین مصر و اسرائیل منعقد شد و عملا اولین معاهده بین اسرائیل و یک کشور عربی محسوب میشه وضعیت از حالت جنگ به عادی روابط بدل میشه و اسرائیل از شبه جزیره سینا عقب میکشه یه سری مذاکرات هم راجع به غزه و کرانه باختری انجام میدن مصر که رئیس جمهورش اون زمان انور سادات بوده به عنوان اولین کشور عرب اسرائیل رو به رسمیت میشناسه ولی انور سادات سه سال بعد توسط جهاد اسلامی مصر ترور میشه این جریانات ارز کردم خدمتون میشه قبل از انقلاب 57 و, و اما بعد از انقلاب وقتی که شاه از ایران خارج میشه به مصر پناهنده میشه و انور هم جزء محدود رؤسایی رو که روی خوش به شاه نشون میده و میدونیم که محمد رضا شاه پهلوی هم تو مصر به خاک سپرده شده خب سال 1987 و انتفاضه اول اتفاق میفته جریان اینطوریه که یک راننده اسرائیلی چهار فلسطینی رو در یک تصادف رانندگی میکشه که جرقه اولین انتفاضه یا قیام علیه اسرائیل در کرانه باختری و غزه زده میشه در طی این شش سال انتفاضه تقریبا 200 اسرائیلی و 1300 فلسطینی کشته میشن البته ارقام دیگه هم گفته میشه انتفاضه اول تا قبل از پیمان اسلو کم و بیش ادامه داشته و اسم دیگه ی این انتفاضه انقلاب سنگ چون سلاح مردم فلسطین سنگ بوده خیلی هم تصاویرش رسانه ای میشه تو اون زمان رو گل میکنه تو همین بره شیخ احمد یاسین حماس رو به عنوان شاخه ای از اخوان المسلمین مصر تأسیس میکنه. حماس معتقد جهاد راهی برای باز قلمرو قلم مسلمانانه. حماسی که الان اسمش خیلی رو ورد زبون هاست. سال 1988 ملک حسین پادشاه اردن از ادعای کشورش بر کرانه باختری و بیت المقدس به نفع صاف چشپوشی میکنه. و تو همین سال یاسر عرفاتم هم که الان رئیس صافه خشونت رو محکوم میکنه و بعد اسرائیل رو به رسمیت میشناسه و قطنامه 242 شورای امنیت سازمان ملل رو قبول میکنه این قصدنامه همونه که بعد از جنگ شش روزه نوشته شده بود آمریکا میاد و یه سری گفتگوهایی با عرفات انجام میده ولی با یه سری حمله هایی که از طرف فلسطینی ها انجام میشه مذاکرات به حالت تعلیق در میاد تو سال 1991 کنفرانس صلح مادرید با حمایت مشترک روسیه و آمریکا شروع میشه که اینم به نتیجه خاصی نمیرسه و اما سال 1993 و توافقنامه نامه اسلو مذاکرات محرمانه ای در اسلو کشور نروژ انجام گرفت و به توافق ای ختم شد که به توافق نامه اسلو معروفه قبل از امضای این توافق نامه اسرائیل و صاف در تبادل نامه همدیگر رو به رسمیت شناخته بودند اسرائیل و صاف با ایجاد تشکیلات خودگردان فلسطین برای اداره موقت نوار غزه و کرانه باختری با هم به توافق رسیده بودند. اسرائیل عقب نشینی از بخشهایی از کرانه باختری رو شروع میکنه اگرچه بخش های زیادی از زمین و شهرک های اسرائیل در کنترل انحصاری ارتش اسرائیل باقی میمونه عرفاد رهبر فلسطین اسحاق رابین نخست وزیر اسرائیل شیمون پرز وزیر امور خارجه اسرائیل جایزه صلح نوبل رو در سال 1994 به خاطر تلاش‌هاشون در مورد توافقنامه اسلو دریافت می‌کنند، سال 1994 اسرائیل و اردن با امضای معاهده صلح اختلافات اراضی خودشون رو حل و فصل کردند و در مورد همکاری‌های آینده در بخش‌های تجاری و گردشگری توافق کردند. این دومین دو معاهده صلح اسرائیل با یک کشور عربیه و بعد مسئولیت های اداری ویژه ای رو برای اماکن مقدس مسلمانان در اورشلیم به اردن سپردند. سال 1995 و توافقنامه نامه اصلوه دو در پیمان اصلوه دو تأسیس حکومت خودگردان فلسطین اعلام شد و محدوده اختیارات آن مورد توافق قرار گرفت. حکومت خودگردان در سطح محدود از قدرت اجرایی و مسئولیت اداره مناطق بهرمند شد و امید داشتند که این مذاکرات به پایان مناقشه برسه. اما این داستان ادامه داره و برای شنیدن باقی ماجرا در قسمت بعد حتما همراه ما باشید لایک و ساب و کامنت یادتون نره ما رو از حمایت های دلیتون مند کنید تا تاریخ دیگر بدرود